نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی کابینه در روز یکشنبه گفت جنگ با تروریسم همچنان ادامه خواهد یافت. نتانیاهو با اشاره به کشته شدن دو اسرائیلی در حمله یک فلسطینی با چاقو در تل‌آویو به خانواده قربانیان تسلیت گفته. کشته شدن بلندپایه‌ترین مقام نظامی حزب‌الله و رهبر سیاسی حماس بحران در خاورمیانه را به شدت افزایش داده است. نتانیاهو بر آمادگی برای مقابله با جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش تأکید کرد. کشور اسرائیل در یک جنگ چند جبهه‌ای با محور شرارت ایران درگیر است. ما یکایک بازوهایش را قطع خواهیم کرد. ما برای هر سناریوی آماده ایم، هم دفاع و هم حمله. بار دیگر به دشمنانمان میگوییم ما پاسخ خواهیم داد. ما در برابر هر تجاوزی علیهمان از هر جبهه هزینه سنگینی تحمیل خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید برخلاف برخی گفته ها دایر بر اینکه حماس موافق آتش بس بوده، باید بگویم حماس درباره آتش بس و آزادی گروگان ها نظر موافق نداشته، اما دولت او همه تلاشهایش را به کار خواهد برد. من برای آزاد کردن همه گروگان‌ها حاضرم تا هر جا لازم باشد پیش بروم، ضمن اینکه امنیت کشور را هم حفظ کنم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از جمله کسانی است که آشکارا خواهان برقراری آتش بس در غزه شده و آن را تنها راه شکستن چرخه خشونت و رنج مردم منطقه قلمداد کرده است. تل‌آویو و سایر شهرهای بزرگ اسرائیل مخالفان با حضور در خیابانها و ایجاد راهبندان از دولت می‌خواهند بیدرنگ برای آزادی گروگان‌ها آتش بس برقرار کند. آنها خواستار برکناری نتانیاهو و وزیران راست افراطی او هستند که با هر نوع آتش بس و توافق با حماس مخالفت می‌کنند. در غزه جنگ همچنان ادامه دارد و در حمله های روز یکشنبه به اردوگاه آوارگان و یک بیمارستان که افراد در آنجا پناه گرفته بودند 18 نفر کشته شدند.